فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه. نمی میرد دلی که از عشق میگوید، و دستانی که در قلبی نهان مهر میکارد. نمی خوابد دو چشم عاشق و نور و طلوع روشن فردا، نمیخوابد دو چشم عاشق و نور و طلوع روشن فردا، و خاموشی ندارد آن لبان آشنا با ذکر خوبی ها. با درود خدمت همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص آدین شب شما عزیزانی که در ایران هستید به خوبی و خوشی بگذره، و مشروط بر این که احساس نگرانی و خستگی میکنی، قلبت اینک در جای اسیر هستش که باعث ناآرامی تو شده و مجال آرامش ازت گرفته و نمیتونی راحت بخوابی، به راحتی میتوانید با ایمانی که در قلبت هست، حتی اگر به مسیح ایمان نیاوردی تا به امروز، میتوانید تماس بگیرید. مشاورین شبکه محبت در خدمت شما عزیزان هستن، همچنین من در خدمتتون هستم. میتوانید تماس بگیرید با دعایی که در نام عیسی مسیح میکنیم، محبت خدا رو، فیض خدا رو بچشید. گاهی ما تصور بر این میکنیم میباید اون قلاب ایمانمون فقط و فقط روی اعتقادات ما باشه، اما زمانی که از خدا حقیقت رو میخواییم، خدا حقیقتش رو به روش قلب خودت که اگر آماده باشه برات مکشوف خواهد کرد. و امروز تو هموطن عزیزم، چه بسا اولین بار هستش که با شبکه محبت یا این برنامه مواجه شدید، خداوند میخواد تو رو لمس تازه کنه، قلبت رو لمس تازه کنه. پس مجال به این نده که با خستگی بخوابی، با ترس بخوابی، با نگرانی بخوابی. حتی اگر تصور بر این میکنید عزیزانی هستن، دوستانتون، همسایتون، خیشانتون، اینا توی مشکلات و سختی ها هستن، میتوانید همین الان تماس بگیرید. برنامه امید جاودان برنامه زنده هستش، و با شبکه محبت تماس بگیرید. من در خدمت شما هستم، مشاورین عزیز ما که هر کدوم مس خاص دارن نسبت به آنچرا که خدا اونها را مأمور کرده، تا بتونن برای آنانی که در اسارت هستن آزادی رو بدن به توسط روح القدس، برای اونهایی که نگران هستن آرامش رو بدن باز به توسط روح القدس، برای اونهایی که اسیر هستن آزادی رو بدن به توسط روح القدس، و برای تو هموطن عزیزم که اینک به دنبال این هستی که حقیقت تو، حقیقت خدا برای تو مکشوف بشه، اون نیز آنچرا که نسبت به حقیقت خلقت است برای تو مکشوف کنه. پس خواهش میکنم هموطنان عزیزم، از همین شروع برنامه میتوانید با گواهی یا ایمانداران با ما تماس بگیرید، و گواهی شما دلیل ایمان برای دیگران نیز خواهد شد. گواهی شما دلیلی برای امید و آرامش در این روزهای سختی که ما متاسفانه شاهد هستیم در سرزمین عزیز ما، به خاطر بیخردی نظام اسلامی و به خاطر جهل و جهالت دولتمندان نظام اسلامی مردم ما رو اسیر کردن. می توانید با دعای من متحد بشیم. می خواهیم برای عزیزانی که متاسفانه شنیدیم هر 5-6 دقیقه در ایران یک مبتلا به کرونا داره فوت میکنه، بسیار ناراحت هستیم از اینکه این خبرم خودم میدم، هیچ میل به این ندارم این اخبار رو بدیم، اما اخباری هستش که متاسفانه جز واقعیت زندگی ایرانی ها شده، بازم به خاطر بیتوجهی نظام اسلامی، دولت که در ایران حاکم هستش. اما میخواییم برای این مبتلایان دعا کنیم در مرحله اول. مرحله دوم میخواییم برای مصلحت دل تو دعا کنم هموطن عزیزم، برای آزادی ایران میخواییم دعا کنیم، و همچنین بیاییم با همدیگه متحدن دعا کنیم این جنگی که بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد شده، که در از جنگی است که تحمیل شده به ارمنستان. فراموش نکنیم عزیزان، ارامنه عزیز هموطنان ما هستن، حتی اگر در ارمنستان هستن هموطن ما هستن، امروز نیاز دارن اول به دعاهامون و هر نوع کمکی، حتی کمک مالی میتوانیم به جنگ زده های ارامنه بکنیم، چرا که نقشه شیطان بر این هستش. در اون قسمت خاورمیانه همه کشورها رو جبران اسلامی کردن، و الان ارامنه که با غیرت ایستادن مجال اینو ندادن، نه کمونیست ها و نه اسلامگرایان تندرو
اون کشور رو به اسارت خودشون ببرن، امروز دوباره با یک نقشه شیطان روبرو شدن. پس خواهش میکنم غیورانه بیستیم، اگر میتوانید نظر مالی کمک کنید حتما براشون دعا بکنید، کنار این عزیزان ما بیستید و ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد و دست شیطان رو قطع میکنه. با هم لحظه دعا میکنیم. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم برای این وقتی که مهیا کردی برای هموطنان عزیزمون. ای پدر، تو آنان را برکت بدی و از من استفاده کنی برای جلال نامت. ای پدر جان، سرزمین عزیزمون رو به حضور تو میاریم ای خدا، سرزمینی که در کلام تو اعلام کرده میخوای بر قلب ایرانی ها تو سلطنت کنی. پس خواهش میکنم آنان رو ملاقات کن ای پدر، ایرانیان عزیز رو ملاقات کن، حقیقت رو بر آنان آشکار کن و آنان رو از این باور دروغین اسلام تو رهایی بده ای خداوند، از این نظام اسلامی تو رهایی بده. مبتلایان به ویروس کرونا رو به حضورت میارم که با فیضت شفا بدی ای مسیح خداوندم. سرزمین آذربایجان و سرزمین ارمنستان رو به حضورت میارم، این حکمت رو به دولتمندا بده که دلیل صلح باشن ای خداوند. به طور خاص ارامنه عزیز رو به حضورت میارم که این جنگ بر اونها تحمیل شده، استقامت آنان باش، آرامش برای اونها باش و خداوند نقشه شیطان رو باطل کن که در صدد این هستن که این دین دروغین اسلام رو دوباره در یک سرزمین دیگه ای حاکم کنن. ما ایمان داریم تو با فیضت ای خدا دعای ما رو میشنوی، اینک از تو میطلبیم با فیضت اجابت کننده باش و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. بریم با همدیگه اولین خط رو داشته باشیم از هموطن عزیزم. برادر عزیزمون احمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام برادر عزیز، چطور حالت؟ این چطوره؟ درود بر شما، خسته نباشید. سپاس هم مهر شما، خدا بدون برکت بده. واقعا من خیلی شما رو دوست دارم، واقعا خدا بدون نظر لطفتون. بعد از این خواستم یه درد خاصی که داشتم برای ایران میخواستم دعا کنم. واقعا ایران همش در غم و اندوه و برای پرستارا و دشتر و همه چه میگیم این مرگ پرستارا چه من میشنوم دلم چبا میشه، جوان و جاهل. خواستم یه دعای داشته باشیم برای پرستارا دشتر و واقعا برادر از روز به روزم داره چیزا گرون میشه، مردم قصه میخورن، افسردگی میگیرن. این سکه میتونم واقعا حالا دیروز به خاطر یک گرونی، به خاطر یک گرونی واقعا یه به خاطر این هم واقعا یه سکه کرد بند خدا. واقعا نمیدونم چیکار کنم. بعدا یه چند روز پیش یه دانشون به خاطر یک گوشی نداشتن توی بروش خودکشی کرد. واقعا ایران همشتر غم اندوه هست. واقعا نمیدونم چرا واقعا احمد رضا جان، احمد رضا عزیزم، البته صدای شما خیلی ضعیف به گوش من میرسه ولی متوجه مطالبتون شدم. اما منم از شما حتما دعا میکنم. ما اینجا هستیم که دعا کنیم، اینجا هستیم این آگاهی رو بدیم نسبت به کلام خداوند، نسبت به اون خلقتی که خدا در نظر داشتهش در ماهیت یک انسانی که در مسیر اراده خدا میخواد قدم برداره. اما این رو ما میدونیم که شما، حتی خود شما احمد رضا جان، در ایران سهمی دارید. سهمی که ما ایمانداران داریم و شما به عنوان یک ایماندار هستی، کلام خداوند ما رو تشویق میکنه در این ضرورت قدم برداریم و این ضرورت این هستش که ما خبر خوش نجات رو به دیگران برسونیم. آیا شما دیگر ایرانی ها و جوانان رو بشارت میدید؟ بله، سخت است. من خیلی بشارت دادم و اتفاقا واقعا خیلی خوشش اومد کتاب مقدس رو وقتی نگاه کردم و خوندم بودم وای چقدر حرفاش خشنگه. اما قرآن چه میخوندم همه ترس و استراب و تو جهنم و آتش سوزی و خدا غزله میکنه دا خدا میدونم چیکار میکنه دا. اما کتاب مقدس خیلی کلامش زیبا بود، خیلی محبت بود. بسیار خوب. پس احمد رضا خوشش نگاه کنید اومده. احمد رضا جان، جوانان دیگه ای هستن که آگاهی ندارن نسبت به انجیل مسیح. خب قرآن رو خوندن، حقیقتا در قرآن فقط ما جنایت میبینیم و متاسفانه ما میبینیم که بد تعلیمی میده قرآن. پس قرآن رو وقتی قرآن رو خوندن تصور کردن خب الله خدا هستش، بنابراین نمیتوانه قلب ایرانی ها به طور خاص جوانان عزیز ما که قلب ظریفی دارن، لطیفی دارن، نمیتونن باور کنن این جملات خشن، این جملات ضد بشری در اصل از طرف خدا باشه. آیا شما احمد رضای عزیزم که امروز این تجربه کردید، میدونید که یکی از حرکت‌های مثبت و خوب این هستش که خود شما این آگاهی رو به دیگران بدید. البته متاسفانه فکر کنم صدایشون قطع شدش، درسته؟ بله
آیا من صدای شما میتونم داشته باشم؟ بله. خب احمدرضا عزیز داره گوش میکنه و تو هموطن عزیزم، خواهش میکنم جوانانتون رو صدا کنید بیان بشینن الان پای تلویزیون. خواهشم این هست، جوانان ما خسته شدن از برنامه‌های مذهبی در ایران، خسته شدن و گاهی تصور میکنم وقتی یک شبکه به نام شبکه مسیحی هست، این شبکه بازم مذهبیه، لذا ما لا مذهب هستیم. من میخوام جوانان عزیزی که توی خونه ها هستن بیاید پای تلویزیون بدونید که کلام خدا، کلام راستین خدا از طرف مذهب نیست. مذهب دایره است از تجربیات و سلیقه انسانی که او رو به اسارت گرفته، هرچند شاید یک زمانی با نیت خوب بوده. پس عزیزانی، والدین، از شما خواهش میکنم اگر به مسیح ایمان آوردید جوانان رو تشویق کنید. نمیگم فقط برنامه امید جاودان، برنامه های دیگر رو ببینید. برنامه هایی هستش در همین شبکه که مختص جوانان هست که بتونن ببینن و آگاه بشن نسبت به آنچه که به خاطرش آفریده شدن و نسبت به دروغ شیطان که خود اسلام هستش. تشویق میکنم جوانان عزیز رو، کمپین اسلام نه رو خودتون تشکیل بدید. منتظر رهبر و گروه نباشید. بر در و دیوارها بنویسید اسلام نه، و اینها از اسلام نخواهند ترسید. از سرنگونی نظام اسلامی، خود جمهوری اسلامی هرگز دیگه نمیترسه. بگید اسلام نه که به ریشه زده باشید و این دولتمندان نظام اسلامی سرزمین عزیز ما رو رها کنن و برن هر کجا که برن، به کشورهای عربی، اون کشورهایی که دارن این روزا دارو حتی براشون میفرستن. توی عراق اینقدر دارو فرستادن که خود دولت عراق گرفت این داروهایی که از ایران اومده، ولی کشور عزیز ما الان میبینیم که با کمبود دارو مواجه شده. بریم با هم خط دیگه ای رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر هموطن عزیز. علی جان از ایران در خدمتون هست. سلام. درود. سلام آقای درستون، خوب هستید؟ خدا رو شکر. خوبی شما، سلامتی. خدا رو شکر. هر موقع برنامه شما رو میبینم واقعا از ته دل شاد میشم. عزیزی نظر نیست شما. شاد میشم به هر برنامه. سپاس. سپاس هم مهر. در دل چند جان. چند روزی هستش که قلب ما 11 سال پیش عمل کردم. 3-4 روزی هستش که نفس تنگی موهایی میگیرتم. اسکن قلبم رفتم، هنوز نتونستم به دکترم نشون بدم. یعنی دیگه واقعا جرئت نمی کنم که برم بیمارستان به دکترم نشون بدم. اینقدر این فاجعه کرونا در ایران زیاد شده که من جرئتش ندارم برم به بیمارستان. بدونم اگر برم به بیمارستان، اگر این قلب من بخواد 6 ماه دیگه زنده بمونم، برم 6 روزم زنده نمیمونم. این برنامه های چی بخواد کم بوده دارو. فقط میخواستم که واسه من دعا کنید از سعید خدای زنده من 8 بار صدا میکردم تا حالا جواب من رو نداده. نمیدونم من از این ایماندارها درش هستم جواب من رو نمیدونم، ولی من هر چقدر جواب من رو نده، من خدای زنده خودم رو دوست دارم در قلب شکسته خودم. آمین. آمی که جواب شما رو داده. میدونید چرا علی جان؟ جواب شما رو داده به خاطر اینکه این امید و این ایمان در قلبته و این روح القدس هست که این امید و این ایمان رو در وجود شما تقویت میکنه. حتی این تماسی که میگیری کار روح القدس هست. پس جواب رو گرفتیم. در این جواب صبر و استقامتیه که خدا به تو داده که منتظر باشی. این امید و این صبر و این استقامت بزرگترین معجزه خداوند هست. ما ایمان داریم که خداوند با فیضش شما رو برکت سلامتی خواهد داد. علی عزیزم لحظه چشمات رو ببند. و دیگر هموطنان عزیزم که مبتلا به ضعف جسمانی هستید، هر نوع مریضید، یا اگر کسایی رو میشناسید، لطفا فقط با دعای من متحد بشید. من ایمان دارم خداوند مطابق کلامش عمل خواهد کرد. آنچه که اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر متحدن هر آنچه در نام مسیح بخوان به آنان نیز خواهد داد. پدر عزیزم، خدای قدوس تو رو شکر میکنم، چرا که خداوند تو خدای قدوسی هستی که نامت ای پدر یهوه رافاست، یعنی خدای شفا دهنده هست. پدر ایمان داریم که هیچ بدی از طرف تو نیست، هیچ مریضی هست و هیچ مرضی، هیچ رنجی، بلکه تو بر روی زمین آمدی که ای خداوند مریض ها رو شفا بدی. آنانی که در رنج هستن رو ای خدای قدوس
مطابق فیضت مداوا کنی از هر دردی، از هر رنجی. پس اینک از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح، فقط مطابق فیضت، برادرم علی جان رو به حضورت میارم، قلب خوبش رو، ایمانش رو، عشقش رو و وعده نیکوی خودت رو ای پدر، که دست سلامتی تو همین اکنون ای خداوندا برو قرار بگیره پدر جان، و بشور بشور تمام دلایل ضعف در قلب برادرم رو ای خداوندا، اینکه خدا در زمان نفس کشیدن احساس تنگ نفسی میکنه، در نام مسیح خدا این ضعف رو بردار و قوت و سلامتی تو بر او باشه. همچنین بر دیگر هموطنان عزیز که اینک ای مسیح خداوندم با دعای من متحد هستم، و چون همه اینها را در نام پرجلال مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین که برادرم آمین دریافت. آمین آمین علی جان میخوام یه سوالم از شما بکنم، آیا شما خبر خوش نجات رو به دیگران میدید؟ دیگران رو بشارت میدید؟ بله 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 من تمام این کارو میدم. من الان حدود خودم یه دو سالی هستش که ایمان دارم، خانمم 10 سال ایمان داره و از فامیل های خودم نزدیک 5-6 خانواده هستن که هر کدوم 3-4 خانواده هستن کلن ایماندار شدن. شکر خدای زنده. بعد اگر من این حرفم الان زدم دیگه خدای من جواب نده، بازم من شاکرم این خدا رو میپرستم و دوست داشتم این خدای زنده ما رو. درود بر شرفه، درود بر شرف، درود بر شرف. ان شاء الله که همیشه این دعای نازل شما و دست مسیح همیشه بالای سر ما کشیده بشه. عزیزید سپاسگزار هستم از مهر شما، شما رو به دستان مسیح میسپارم برادر، ممنون. زنده با هر موقع برنامه شما رو برادر رسول میبینم از ته دل شاد میشم، پیش گلهام خواهرم میبینم، جامید میبینم، همیشه پایبند برنامه هم هستم، شاد میشم. سپاس ماشاءالله پشت پناه همه ماها باشه. شاهد شما برنامه ما میدید راه راست رو شما دارید به ما یاد میدید. من این تشکر میکنم از همه کشیک ها، وقتی که دارید نمیگیرم، فقط زنده باشید، برای من همیشه دعا کنید زنده باشید. حتما حتما فیض خداوند با شما باشه، فیض خداوند با شما باشه. آمین. که هموطن عزیزی که به مسیح ایمان می آورید، این رو بدونیم بعد از این مسئولیتی داریم، عیسی مسیح رسالت رو به دوش من و شما سپرده. پس اینگونه نیستش که بگیم ما به مسیح ایمان آوردیم پس بنابراین حالا ما مسیحی هستیم، کلیسا میریم خیلی خوبه، کلام میخونیم خیلی خوبه، دعا میکنیم خیلی خوبه، اما بشارت نمیدیم اصلا خوب نیست، و در اون دام مذهب ما متاسفانه دوباره گرفتار میشیم. اگر بشارت ندیم، این رو بدونید شیطان با تحمیل و فشارت اسلام دروغین همه جا میخواد رخنه کنه، با همچنین با حزب کمونیست، هر دوی اونها دو تا شاخ شیطان، اسلام و کمونیست. از این رو تشویقت میکنم، تو هم وطن عزیزم، تو هم وطن خوبم که مسیح ایمان آوردی، این رو بدون، این اشتباه نیست، کمپین اسلام نه، بر در و دیوارها بنویسی، مهم نیست تو چه باوری داری، از نظر موقعیت طریق فکریت نسبت به اپوزیسیون سیاسی چه فکری میکنید؟ تا مادامی که ما هموطنان عزیز به رخ این نظام اسلامی اسلام نرو نکشیم، اونها با ما میجنگن و با آیات قرآن و تاریخ اسلامی میخوان ما رو متقاعد کنن، یعنی ما که نمیشیم، مردم ایران رو متقاعد کنن بازم حاکم باشن. بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. وقت شما بخیر خواهر صدری عزیز، در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش کنم. آیا صدای ما رو دارید؟ الو، وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش کنم. من صدری هستم، در خدمتون هستم، بفرمایید. سلام به برادر عزیزم کیفیت رسول، درود بر شما. شما رو میبینم با یه تلویزیون و از فرمایشات استفاده میکنیم. میخواستم برای خانواده خواهرم دعا کنی که نجات پیدا کنن و
برای حتما. دختر شبنم شیما برای ازدواجش و یکی هم برای امیر که برای زندگیش و ازدواجش خیلی میل داره که مسیر رو ملاقات کنه و خیلی اشتیاق داره و همش میگفت برای من دعا کن که من مسیر رو ملاقات کنم و خیلی ممنونم از رسول که ما همش از فرمایش های شما لذت میبریم و دعای خیلی ایران مخصوصا دعا کنین که مردم خیلی هستن در مشکلات همه جوره جوان هامون مخصوصا متاسف از آب پیش رسول امیدوارم که خدا عطی بده و همیشه خدا آمید. با شما با شرکت زندگی می طلبم از طرف خداوند عیسی مسیح آمین. من خودم آمین. ایمان برای عیسی مسیح و تا اونجا که بشه بشارت میدم و کلام میدم برابو اونجا برابو. که خدا کمک من این کار رو انجام میدم برابو. برابو. و از خدا واقعا قوت میگیرم از خداوند که این دعا میکنم این قوت رو به من بده که من بتونم این بشارت خداوند رو به مردم برسونم و بفهمونم که خدا دهنده بشره و این و خدا آمین بده از گناهان آمین 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 بیاید پس با هم دعا کنیم بیاید پس خواهر عزیزم لحظه با دعای من بله. متحد بشید فرصدری عزیز بله بله. با این دل زیبا با این دل زیبا به من قوت دادی با صحبتات به من برکت دادی درود بر شرفت درود بر شرفت که این گونه ایستادی لحظه با دعای من متحد بشم هاللویا هاللویا خدای قدوس پدر عزیزم خداوند شکرگزار هستیم این حقیقتا نظر لطف تو است به یاد میاریم ای خداوند کتاب یوئیل 2:28-29 رو که کلام تو ای خداوند اعلام میکنه در روزهای آخر روح خود را خواهی ریخت بر دختران و پسران و پیران و از هر فرقه در هر سنی تا خوابها ببینن رویاها ببینن ای خدا حقیقت تو بر آنان مکشوف بشه و اینک شاهد هستیم که 2000 سال هست این لطف و ای خدا این فیض تو شامل کره زمین شده و به طور خاص در این سالهای سختی ای خداوندا تو ای پدر جان قلب ایرانی ها رو میل به محبت خودت کردی از جمله خواهرم صدری رو اینک از تو میخوام همان گونه که وعده دادی که خواهر من رو ای خداوند تو نجات دادی در کلامت میگی تو و اهل خانوادت اهل خانواده او تحت پوشش فیض تو نجات پیدا کنن خواهرانشون ای خداوند اسامی که اعلام کرد شیمای خداوند علی ای خدا برای زندگیشون برای شناخت بیشتر تو ای خدا برای ملاقات با تو ای خداوند برای ازدواجشون عیسی مسیح خواهش میکنم به مصلحت‌های دل خواهرم تو نظر کن در نام عیسی مسیح و همچنین دیگر هموطنان عزیزمون رو خداوند که به تو ایمان دارن تو تقویت کن و آنانی که هنوز تو رو نمیشناسن آنان رو خداوند تو با فیضت به حقیقت خودت خداوند مکشوف ساز و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم اینک از تو میخوام سرزمین عزیز ما رو از این قدرت تاریکی نظام اسلامی تو رهایی بدی ای پدر عزیزم باشه که ای خداوند سرزمین عزیز ما کاملا متعلق به تو باشه تو پادشاه ایران و ایرانیان باشی و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین که با ایمان دریافت کن خواهرم سپاسگزار از این که با ما بود عزیزی عزیز آمین 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 بریم با هم دیگه خط دیگه رو نیز داشته باشیم من متاسفانه قطع شدن میخوام قسمتی از کلام خدا رو نسبت بشارت براتون بخونم هموطنان عزیز این رو بدانیم اگر قرار بر این بود من خودم میگم قرار بر این بود که من نجات پیدا کنم یعنی پاک بشم و در این پاکی بمونم بهتر بود همون لحظه که خداوند منو نجات میداد جان جسمانی منو میگرفت تا روحم در حضور او پاک باشه چون وقتی ما روی زمین زندگی میکنیم بازم اشتباه میکنیم بازم گناه میکنیم اگر خدا اجازه داده من و شما بعد از نجات زنده باشیم عزیزان تنها دلیلش این هست که ما خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم
به گوش دیگران برسونیم. سپاسگزار هستم. من از طرف خودم میگم، از طرف برنامه امید جاودان میگم که لطف میکنید زنگ میزنید و من دعا میکنم و خدا این درست فیض رو به من داده که دعا کنم خداوند با فیضش اجابت کنه، شفا بده، نبوت بشه. اما این رو بدانید هموطن خوبم، در این قلم رو هیچ چیزی مهمتر از بشارت نیست. اگر میخواید دعاها اجابت بشه، بشارت بده، خبر خوش نجات رو بده، نام خدا رو جلال بده و اون موقع میبینید که خدا چگونه تو رو قدرت و قوت خواهد داد. بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد، اما بریم با هم خط دیگه رو نیز داشته باشیم. برادر عزیزم محمود جان از ایران در خدمتتون هستم، بفرمایید. درود بر کشیش رسول. درود بر شما محمود جان. کشیش رسول جانم، میخواستم ببخشید منو، ببخشید شما، میدونید که من 9 سال الان با شما، با خواهرا، همه برادرات، کشیشا، همه خواستم صحبت کردم، دعا کردید برای من اینا. فقط یه خواهش از شما دارم. نه من اطلاعاتی هستم، هیچی نیستم، خداوند قلب منو میبینه. اون قدرتی که شما دارید خداوند تو قلب منم گذاشته که امشب این حرفا من بزنم. بفرمایید، بفرمایید. که شما چند بار، 10 بار حدودا، 20 بار گفتی من رفتم جمکران، دختر منو خدا شفا نداده. درسته؟ درست. بله. ولی من خودم سرطان روده داشتم، 45 هفته، سال 85، 45 هفته رفتم جمکران، شفامو گرفتم از امام زمان. اطلاعاتی هم نیستم، ایماندارم هستم، الان هم ایماندار هستم. 42 سال برای چون گریه کردم، سینه زدم، زنجیر زدم، جشن گرفتم. خلاصه بگم که وقت مردم رو نگیرم. نه خواهشم. بعد ساعت 3:30 شب زن من دیست کمر عمل کرد. بله. متاسفانه صداتون محمود جان قطع شد. اگر مایل هستید دوباره تماس بگیرید. محمود عزیزم نمیدونم مطلبتون چی بوده. من قبلا هم در این رابطه صحبت کردم، حتما برنامه گذاران دیگه صحبت کردن یا شبانان محترمی که در این تلویزیون هستن و تلویزیون مسیح. کلام خداوند اعلام میکنه محمود جان، خدا نور خودش رو، باران خودش رو بر همه انسان ها میریزه و حتی میگه خوبان و بدان. منظور از خوب و بد، منظور این کسایی که هنوز این حقیقت رو نشناختن. و یک بار دیگه هم عرض کردم، شما جمکران رفتیم، منم رفتم. خیلی‌ها توی هندوستان گاو می‌پرستن، به دنبال گاو میرن، مدفوع گاو تو صورتشون میزنن، دعاشون میگن اجابت میشه، برای همین ادامه میدن، اگر چه لزومی داشت ادامه بدن. اما این ربطی به اون گاوه نداره، ربطی به اون مدفوع گاو نداره، این ربطی به محبت خدا داره. اگر احیانا مردمی در جهان هستن که حقیقت رو نمیشناسن، محبت خدا رو محمود جان نمیشناسن، علتش این نیستش که خدا چشمای اونا رو بسته، خدا نمیخواد اونها ببینه، بلکه متاسفانه اونها اصلا میل به این ندارن حقیقت رو بشناسن. ولی خدا خودش میدونه، ذات خدا محبته، خدا پدر همه این مردم جهان هست. اما خدا وقتی میبینه یک بندهی در مسیر برخلاف اراده خدا داره عمل میکنه، اما نیازی داره، خدا خدای نیکوییست و رفع مشکل او رو خواهد کرد. همان گونه که شیطان در اصل دلیل تمام بدی ها هستش، خدا خدای نیکویی هست، خدای محبت هست. اگر شما جمکران هم رفتید، این خدای قدوس بوده که برای شما دل خدا به رحم اومده، با رحمتش دعای تو رو اجابت کرده. اگر ما میدونیم شخصیتی به نام مهدی به عنوان امام زمان اصلا وجود نداره، اصلا وجود خارجی نداره، پدرش خواجه بوده، اصلا بچه دار نمیشده. لطفا تاریخ اسلام رو دیگه بعد از مسیحیت مطالعه بفرمایید. حالا من نمیدونم در انتها صحبت شما چی بود، متاسفانه قطع شدش، اما میدونم که شما هرگز نمیخواید تایید کنید جمکران رو، میدونم شما اسلام رو نمیخواید. اصلا اسلام عزیزان، اسلام حقیقی اگر باشه سنی ها هستن، شیعه یه چیز دیگه ای هستش، برای همه تاریخی هم ندارن شیعه. تازه خود سنی هم اگر شما بیاید تاریخ سنی ها رو قشنگ مرور کنید،
نه وارونه. الان جمهوری اسلامی یا وارونه تاریخ اسلام خونده یا وارونه داره اعلام میکنه، خیلی مطالب رو دارن میگن که وارونه هستش. پس تاریخ اسلام اصلی که توی خود سنی ها هست، ما روبرو میشیم با یک شخصیتی به نام محمد که دوز بوده. لطفاً برید تاریخ مطالعه کنید، اطرافیانش هم دوز بودن. برای همین اینا کارشون فقط جنگ بوده و جنگ میکردن تا به زنهای مردم تجاوز کنن، دختران مردم تجاوز کنن، و اون دزدی هاشون رو اسمش گذاشتن، یک کلمه مقدس کردن که غنیمته، میگن غنیمته اینه، و به عنوان غنیمت کشور عزیز ما رو اینها به غارت بردن. هموطنان عزیز، 600 سال این اعراب اسلامی تاختن به این سرزمین، و ایرانی ها به خاطری که با اونها روبرو بشن اومدن حزبی به نام حزب شیعه را گذاشتن، و چون دیدن نمیتونن مخالفت بکنن، حزب شیعه را هم اسلامی کردن. مثل اصلاح طلبا، اصلاح طلبایی هستن که واقعا مخالف نظام اسلامی هستن، اما میبینن انقدر قدرت ندارن که خامنه ای رو بکشن پایین، این قدرت رو بکشن پایین، میگن ما از شما هستیم. و اصلاح طلبی در اصل ریاکاریه امروز در نظام اسلامی، و این در حزب شیعه هم بود. پس محمود عزیزم، خدا اگر خدا شفا داده عزیزان شما رو، این رو بدونید خدا بوده، نه اینکه بگیم شخصی به نام امام زمان، که اصلا من خودم بچه قوم هستم، اینقدر افسانه ها شنیدم در رابطه با اینکه اینا دروغ بوده، نه شخصی به نام امام زمان اصلا وجود داره، مهدی وجود داره. اگر شما صاحب زمان رو میخواید، خود عیسی مسیح هستش، نجات دهنده خود مسیح است. محمود جان، خبر خوش نجات رو به دیگران بده. من میدونم شما مشکلات و سختی‌های دارید مثل خیلی از ایماندارا، اما به جای اینکه محمود عزیزم تاریخ گذشته که در مسیح خلقتی تازه است رو شما دوباره تکرار کنید که هیچ حسنیتی در اون نخواهد بود، شما برید خبر خوش نجات رو بدید. اگر همه ما بیاییم فقط پای تلویزیون بشینیم بگیم ما اینو میخوایم اونو میخوایم، آقا ممکن جا دانویز نیستیم که. دوباره اسلام رو لطفا پایه‌گذاری نکنید در مسیحیت. ما اینجا هستیم خبر خوش نجات رو بدیم، کلام زنده رو به گوش شما برسونیم، آزادی رو بدیم، همان گونه که عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 4 17 و 18 تا 19 اعلام میکنه مسیح اومد تا ما رو آزاد کنه، شفا بده، آرامش بده به ما، قوت تازه‌ای به ما بده. پولس رسولم در کلامش و رسولان دیگه هم همین گونه سخن میکنن. بریم با هم دیگه خط دیگه رو نیز داشته باشیم. الو، سلام. درود بر شما، بفهم خواهش. هوا هستم، از ایران زنگ میزنم. نظر لطفتونه، بفهم خواهر هوا، در خدمتون هستم. میخواستم برامو دعا کنی، برای شوهرم، برای برادرم دعا کنید. حتما حتما در خدمت شد. من بدن میخواد اسامیشون رو بگید درد... لطفا میخواستم برام دعا کنید. حتما میخواد اسم همسرتونم بگی هوا جان؟ رحمت. رحمت. بله رحمت، رحمت برای صاحب. بله حتما. ببینم ایمان داریم، هر دوتون ایمان دارید. خواهر هوا، آیا برای شما پیوند من بله بفهم ایمان داریم؟ بله، من مداریم عیسی مسیح 4 سال ایمان داریم به خدا. خدا برام دعا کنه، تمام زندگیمون برای عیسی مسیح. بله حتما. آیا شما براتون پیوند مسیحی هم خوندن؟ بله بله، پیوند مسیحی. بله. یعنی با نها کنید، منظورم ازدواج اسلامی نه، عقد اسلامیتون رو باطل نه. کنن پیوند مسیحی بخونن. نه اصلا این ازدواج کردی بعد ایمان دار شدی. بله خدا شو. خواهر هوا، تشویقت میکنم، این نیز برکتی بله. میشه. الان خدا با قلبم صحبت کرد، اینو به شما بگم، معمولا نمیگم اینو، به هم اعلام میکنم ولی به شخص نمیگم. خواهر هوا، با همسرت رحمت سخن بگو. مشروط بر این که قبول بس. کرد، یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید، من در خدمتون هستم. یک ساعت به بعد، حالا یک ساعت و نیم دیگه، دو ساعت دیگه، مهم نیستش. من عقد اسلامی، اسلام عقد داره، پیوند نیست. برای همین هست اون برکت روحانی در زندگی مسلمانان نیست.
برکت مالی هست، برکت روحانی نیستش. شما رو تشویق میکنم که تماس بگیرید، عقد اسلامیتون رو باطل کنم، پیوند مسیحی رو بخونم براتون. و دیگر هموطنان عزیزی که مسیح ایمان آوردید، با عقد اسلامی زندگی نکنید لطفا. درسته که خون مسیح کفاره کرده، من نمیگم کسی که پیوند مسیحی رو نمیخونه نجات نداره، نجات رو داره. اما وقتی شما آزاد شدید، اون بندای کوچیکم آزاد کنید، همونش کنید لطفا. عقد اسلامی از طرف شیطانه، پیوند مسیحی از طرف یهوه خداست. حالا برای چه موضوعی میخواید دعا بشه؟ خواهرم بفرمایید. برای خودم، برانم درد میکنه، برای خانوادم، برادرم مشکل داره، برای دعا کن. حتما. اسم برادرت هم بگو خواهرم. اسمش روح الله. روح الله. چشم. بیاید با هم دیگه دعا میکنم. لحظه با دعای من متحد شو. خواهر خوبم. حلالی خود قدوس پدر آسمانی، خداوند شکرگزار هستیم یک پدر جان. میدونیم که وقتی دعا میکنیم تو میشنوی و با فیض تحت پوشش نام مسیح اجابت کننده هستی. تو رو شکر میکنم برای خواهرم حوا، برای همسرش رحمت خدا، برای برادرش روح الله، برای این خانواده. در ابتدا میخوام خداوند ملاقات تازه‌ای با عزیزان داشته باشیم، لمس تازه‌ای بشن ای خدا، شناخت تازه‌ای از مهر و محبت و رحمت و عدالت و حکمت تو داشته باشن. و این سه خداوندا به هر نیازی که در قلبشون هست، چه نیازهای مالی هست، چه نیازهای روحانی هست، چه سلامتی و شفا هست ای خدا، چه نیاز به سلامتی و شفای ارتباطی هست، رابطه‌ای هست، تو ای خدا عمل کرده و این خانواده رو برکت بده برای جلال نامت، به قوت، به آرامش، به سلامتی ای خداوند، به برکت مالی و روحانی. و همچنین دیگر هموطنانی که با دعای من متحد هستند و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کنیم. هموطن عزیزم، شما را به دستان مسیح میسپارم. خواهرم تشویقت میکنم تماس بگیرید، من در خدمتون هستم. اگر کشیشای دیگه یا مایل هستن میتونید با اونها تماس بگیرید. ولی شعبان، یک کشیش، یک شعبان برای شما پیوند مسیحی رو بخونه که صحبتی هم در این رابطه بکنه با شما. شما رو به دستان مسیح میسپارم. دست بر نکنه عزیز. در نامه رومیان باب 1:1-5 رو براتون میخونم که پولس رسول میگه از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. میگه برای بشارت برگزیده. اولین اینه، تو در مسیر بشارت هست، تو هم وطن عزیزم عطایایی که خدا بهت داده کشف میکنی. شاید شما عطای شفا داری، هزار بارم زنگ زدی به این شبکه ها، گفتید میشه برای فلانی دعا کنم، برای فلانی دعا کنم، برای من دعا کن شفا بگیرم، اما خودت این عطا رو داری. هرچند خداوند اعلام کرده همه ما باید برای همدیگه دعا بکنیم تا دیگران شفا بگیرن، اما شفا خودش یک عطا داره، عطای شفا هم هست. همون گونه که بشارت هم میتونه کسی عطای بشارت هم داشته باشه، اما بشارت برای همه هست. و نیز ادامه میده، خدا انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتاب مقدس وعده داده. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود، میگه از نسل داوود بود، و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خدا است. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. یعنی بشارت بدیم، همه را بشارت بدیم، همه ما همه را بشارت بدیم. پس فقط برای مختص شبکه‌های مسیحی نیست، هموطنم در هر سنی هستی، جوانی، میانسال هستی، فکر می‌کنی پیر شدی، خدا سخن میگه، شما گواهی ایمانت رو به دیگران بده و بشارت رو شروع کن. از مسیح گفتن، این روح القدس هست. وقت بشه بازم آیاتی رو میخونیم که ثابت میکنه این ما نیستیم، این روح القدس هست که دلیل نجات دیگران خواهد شد. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته باشیم. آیا صدای ما رو دارید؟ الو، سلام. درود بر شما. بفرمایید. برادر عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. خوبم عزیز.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید. برادر عزیزم خوب هستید؟ جان. برادر دختر من تهمت خورده. لطفاً به من تهمت دروغ زدن. من امروز با اینکه روزه بودم افسرده بودم. لطفاً چون افسرده هستم یه دعا برای من بکنید من آرامش خداوند دوباره برگرده ببین. جانم جانم خیلی متاسفم. اجازه بدید قبل از که دعا کنم در این قلم رو از شما خواهش کنم خواهر مریه، شما لطفاً تمام کسایی که بهت تهمت زدن اگر میشناسی ببر در حضور خدا و بگو خداوند من اینها رو میبخشم و قدرت بخشش رو در من زید. براو براو چرا که این اولین قلم رو برای شفای خودت هست. ما با کینه نمیتونیم زندگی کنیم. حتی یه موقع توی زندگی ما های سوء تفاهماتی میشه میگیم بابا ولش کردیم ولی هنوز تو قلبمون هست و همون آسیب به ما میزن، آسیب به جسممون، به روحمون، به رابطه همون با خدا و دیگران. خب سپاسگزار هستم. پس با این بخشش که در قلبت هست میخوام برات دعا کنم که خداوند مطابق فیضش از شما نسبت به تمام صحبتهایی که شده، تهمتهایی که شده حفاظت کنه. ممنون پدر آسمانی. خداوند تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم ملیحه، تو رو شکر میکنم برای قلب خوبش، تو رو شکر میکنم که خدا به تو پناه آورده به جایی که بره بر علیه آنانی که ای خدا ضد او سخن گفتن، ای پدر جان بحث کنه، سخن بگه، غیبت کنه، در حضور تو آمده. پس از تو میخوام با خون پر جلال عیسی مسیح یک بار دیگه خواهرم و زندگی او رو ای پدر کفاره کنی از تمام صداهای منفی که بر علیه او شده و تمام اون افرادی که دانسته و ندانسته سخنانی را بر علیه خواهرم گفتن، اونها رو تو ملاقات کنید، اونها رو تو ملزم کن ای روح القدس تا توبه کنن ای خداوند و پوزش بخون هم از تو هم از خواهرم و قلب خواهرم رو بشوره خدا نسبت به این برخوردی که شده ای پدر جان و آرامش تو بر قلب خواهرم، بر فکر خواهرم، بر ذهن خواهرم باشه ای خدا و زندگی او رو حفظ کنه ای مسیح خداوندم و مجال بیشتر از دخالت شریر رو در زندگیش نده ای پدر جان. شیطان رو تو رسوا کنه ای خدا در این موقعیت و خواهرم رو تو دستگیری کن و چون همه اینها رو در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین که خواهرم با ایمان دریافت با آرامش خدا زندگی با آرامشش. تکرار نکن این مسائلو. الان زنگ زدی با من دعا کردی این موضوعات رو دیگه با هیچ کس صحبت نکن. اگر کسی هم میاد چه خبر هیچ چیزی صحبت نکردم اصلا برادر. براو براو خداوند حافظ. من عادت ندارم خدا پناه میبرم و منتظر شما میشم که شب شنبه بشه شما زنگ بزنید من باهاتون صحبت کنم. فقطم باعث افتخار مایی، باعث افتخار مایی خواهرم. چرا خوشحال هستم ببینم عزیزانی اینقدر روش کردیم در خانوادت بده عزیزم. سپاس گذارم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ شما. هموطنان خوبم، یکی از اسامی شیطان اسمش هست مدعی برادران یا مدعی خواهران، مدعی بین دوستان، یعنی کسی که میاد جدایی بین زن و شوهرها ایجاد کنه، بین والدین و فرزندان ایجاد کنه، بین دوستان ایجاد کنه. کار شیطان جداییه، همونطور که میدونیم که اراده خدا اتحاد هست، یک دلی هست، محبت هست، کار شیطان جدایی هست. پس اگر یه سوء تفاهمی بین زن و شوهر را ایجاد میشه، بین دوستان خواهر برادر ایجاد میشه، قبل از اینکه اینو تو ذهنت رله کنی، تقویتش کنی، عنوانش کنی برای یک نفر دیگه، ببر در حضور خدا و این تلخی رو بگو خدا بشوره از وجودت و با محبت همون گونه که در کتاب غزل غزلها اعلام میکنه محبت از مرگ زورآورتره. بچشیم استفاده کنیم از آنچه که کلام خدا میگه و اون موقع تأثیرات نیکش رو خواهیم دید. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشیم. برادر از اون امید جان از ایران در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام کشیش رسول. خدا قوت. درود بر شما. خیلی خوشحالم که صداتون میشنوم. سپاس از مهر شما. منم خوشحال هستم امید جان، صدای شما رو میشنوم، در خدمتتون هستم. سلامت باشین عزیز. دو تا شهادت میخواستم بدم که بفرمایید. صحبتم رو با این جمله اول شروع میکنم. خداوند به اندازه نیازهامون بهمون نمیده، بلکه به اندازه ایمانمونه که بهمون میده. آمین. اردیبهشت امسال بود که تصادف شدیدی کردم و از
ناحیه صورت و گردن آسیب شدید دیدم. موقعی که من رو گذاشتن تو آمبولانس گفتن که احتمال اینکه قطع نخاع بشه خیلی زیاده و اصلا نمیتونستم خودم رو تکون بدم. اون موقع که تو مسیر بیمارستان بودیم زمزمه میکردم با خدا صحبت میکردم و میگفتم خداوند سلامتی از آن توست. آمین. این مدتی که تو این دنیا هستیم هر چیزی که داریم و نداریم امانت دست ما. ایمان دارم اگر بخوای من میتونی منو شفا بدی و از بالای پیشونی تا کنار لبم حدود 20 تا بخیه خورد و ستون فقراتم که گفتم خیلی ضربه شدیدی بود. وقتی رفتن زیر امارای و عکس برداری کردن اصلا هر کی اونجا بود میگو فقط تو یه کلمه میتونم توصیفش کنم که معجزه شده. هاللویا شکر. خدا من باورم نمیشد که چجوری اتفاق افتاد. فقط میگم که هر اون چیزی که انسان ایمان داشته باشه همون میشه. خدا به اندازه ایمانمون بهمون میده نه به اندازه نیاز. و شهادت دوم این که دو ماه بعدش کل خانوادهمون دچار بیماری کرونا شدیم، مخصوصا پدرم که دو هفته تمام شدید درد داشت، جوری که دیگه اصلا رو تخت افتاده بود فقط نفس میکشید و من خودم به شخصه میگفتم دیگه بابام رفتنیه، دیگه اصلا امیدی بهش نداشتم، میگفتم تموم کرده، فقط نفس میکشید. روز 14 بود که رفتم بالا سرش نهیب زدم ارواح شریر رو، گفتم خدایا زندگی در دستان توست. همون جوری که مسیح بعد از 3 بلند شد از مردگان، عمر و زندگی ما هم دست توست خداوند. بخوای میتونی اگر بخوای میتونی جان بگیری. در ایمان دعا میکنم نه با گله و شکایت، نه با غرغر، نه با ناراحتی، نه با دودی. ایمان دارم که اگر بخوای میتونی جان بدی و جان بگیری. چیزی از مان ما نیست، هر چی هست مال توه، چه مال جسمی چه روحی، هر چی هست متعلق به توه. آمین. و خدا رو به معجزه مسیح فردای اون روز پدرم حالش خوب شد و بازم اینم معجزه خدا بود. میخوام اینو اعلام کنم عزیزان ایمان داری که دارین صدای منو میشنوین از تلویزیون، خدایی که دریا رو برای موسی و قوم بنی اسرائیل شکافت همون خداست، فرقی نکرده. آمین. خدایی که از دل صخره برای قوم بنی اسرائیل آب اومد بیرون و تشنه بودن و سیراب شدن همون خداست. خدایی آمی. که به دستان عیسی مسیح 4000 سیر شدن همون خداست. تو همین سال 2020 هم کار میکنه، تو همین سال 2020 هم میتونه معجزه کنه. فقط ایمان میخواد، ایماندار میخواد. آمین. براو. خدا بهت برکت بده برای این دو گواهی که دادی، واقعا به منم قوتی دادی، سپاسگزار هستم. امید عزیزم همون گونه که اسمت امید هستش نمایان بر این هستش که این اسم خدا برات گذاشته، چرا که امید دهنده به دیگران هست. از عزیزان هموطنان میخوام مانند امید عزیزم باشید، یک ایمان داره جلال از آن خداست. امید جان واقعا وقتی از تو تعریف میکنم از جلال خدا دارم تعریف میکنم. وقتی که متاسفانه امید عزیزم قطع شدم، اما وقتی که یک بیننده ای که در ایمان روش کرده در کناری که یک برات زنگ میزنه برای یه نیازی که لطفا این کارو بکنید، خوشحال میشیم. برای یه مشکلی حتما این کارو بکنید، این خدمت ماست، دعا کنید. اما گواهی هم داره، همیشه یه لیست نداره. هوشیار باشیم، در اسلام به خاطری که خدای حقیقی وجود نداشت به ما آخوندا یاد داده بودن که فقط به حضور خدای که اون اللهی که میریم بگیم اینو میخوایم اینو میخوایم. خدا برای ما یه فروشگاه بود، خدا یک پدر عاشقانه نبود که باید باشه ریلیشنشیپ و رابطه داشته باشیم. اما در مسیحیت این نیست. در مسیحیت شما در این مسیر عدالت که رابطه درسته با خدا از قلبت برمیاد باید با او داشته باشی و اون معجزات میکنه توی زندگیت. برای همین برادرم چقدر زیبا گفت، گفت بر اصل اون ایمانت به تو داده میشه نه نیازت. مگه فروشگاه خداوند و گواهی داره
به گذشتم کار نداره دیگه، بگی آقا من جمکران میرفتم، من فلان جا میرفتم. خب میرفتی که میرفتی، اون موقع چه فایده داشته برای تو؟ امروز در مسیح کجا هستیم؟ تموم شد اون گذشته دوران ما. مثل افرادی که مسیح ایمان میرن میگن یادش بخیر ما اون قبل از ایمان به مسیح قماربازی میکردیم چقدر میبردیم، حالا دیگه نمیشه در مسیح ما قمار بازی کنیم چون خوب نیست. تموم شد گذشته، یادش بخیر چی؟ بدیها یادش بخیر؟ تموم شد، اسلام تموم شد، پروندهش تموم شد برای یک شخص مسیح ایمان آورده. باید کیسشو ببندی بندازی توی زباله‌ای که نابود میشه. تموم شد، تموم شد. نه مسلمان رو، نه مسلمان، اسلام باطله، تمومه از طرف شریره. در مسیح امیده، همون گونه که امید عزیزم این گواهی های زیبا رو داد. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشیم. خواهرمون سمیرا از ایران در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما، بفرمایید. سپاس از مهربانی که شما گرفتم. سلامت باشید. متقابلا در خدمتتون هستم. بیماری کرونا مبتلا شده بودم، الان 28 روز از این موضوع گذشته. من خیلی حالا با شبکه در تماس بودم با دعای خواهر و برادر، خب خدا شکر خیلی خوب بودم. من الان یه مشکلی دارم، خدا شکر خوبم، سر کار میرم، برگشتم محل کنم. خدا شکر سلامت باشی. یه مشکلی من تو بینیم دارم که این مریضی از همون روز اول با من بوده که اجازه راحت نفس کشیدن، یعنی حالت سیب بودن بینی. اینو خیلی از کسایی که کرونا گرفتن میدونن، چه شاید از هر 10 نفر یه نفر این مشکل داشته باشه. سیب بودن بینی من خیلی من اذیت میکنه، ولی من بیماری خوب شده، ولی بینی من همچنان راه نفس من عزیز گرفته. خیلی متاسفم. حتما سمیت. حال بسته. سبیکی سالا منم شهادتم بدم با امید خدا. آمین 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 سمیرا عزیزم. سمیرا جان، کار خداوند ما کامله، شفای او کامل هست، پس هیچ نگران نباشی. همون گونه که در قلبت افتاده الان تماس بگیری، من ایمان دارم که خداوند میخواد عمل کنه، با فیضش تو رو شفا بده، شفا رو دریافت کن. ایمان ما در اصل این گونه تعریف میشه، وقتی دعا میکنیم چشماندازی از اجابت دعامون رو میبینیم. ما میبینیم که خدا با فیضش دعای ما رو اجابت کرده، هرچند با فیلتری از کلام خدا به اراده او نیز ما میل داریم، اما مطمئن هستیم خدا دعای ما رو اجابت میکنه. لحظه با دعای من متحد شد سمیرا جان. همچنین دیگر عزیزانی که در ضعف نیز هستن، ضعف جسمانی هستن، کافیه فقط با دعای من متحد بشن. هللویا خدای قدوس، هللویا روح القدس عزیزم. خداوند سپاسگزار هستیم که تو بر ما سخت نگرفتی. هرچند یگانه پسرت عیسی مسیح رو بر روی زمین فرستادی و بهر گناهان بشریت با شکنجه ها، با تهمت ها، با دست و پا سوراخ کردن شیخ خدا، با تاج خاری که بر سر او گذاشتن، با شلاقایی که خورده خداوند، با آب دهانی که بر او زدن، حتی مرد اما چون قیام کرده خداوند، به ما و قلب ما این گواهی رو داده، این اطمینان رو داده که وقتی دعا میکنیم ای خدا از هر ضعفی برمیخیزیم، حتی از مرگ جسمانی نیز برمیخیزیم. تو رو شکر میکنم برای وجود خواهرم سمیرا که با این ایمان تماس گرفته. اینک از تو میخوام دست سلامتی و شفای تو یهوه رافا با فیض پدرانت ای خدا بر دختر سمیرا قرار بگیره و او رو کاملا ای خدا شفا بده، نسبت به تنفسش، در بینیش و هر ضعف دیگه که در جسمش داره و هر مصلحت دلی که خداوند در قلبش الان داره اعلام میکنه. و همچنین دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من متحد هستم، تو با فیضت اجابت کننده باش و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم، آمین. سمیرا جان داری صدای منو؟ بله دارم. بله سمیرا جان، خدا با قلبم صحبت میکنه. در گذشتم برای تو برکات بسیاری داشته، یادت میاد و این رو مطمئن باش این نیز اجابت خواهد شد، مثل یک برکت در ذهن تو و در یاد تو خواهد بود، مطمئن باش. پس با ایمان دریافت. میخواستم تماس بگیرم، اینم قلبم میجوری خیلی چیز رو که تماس بگیرم همجور اشکام هم نمیدونستم حالا چی بوده، ولی خب خیلی با دل منم امشب خدا بازی کرد امشب شفار بگیرم از تو. آمین آمین که گرفتی، آمین که گرفتی خواهرم، آمین که دریافتش.
اعلام کن گرفتم. اعلام کن گرفتم. خدای ما زنده است. مشت به هوا پولس رسول گفت نمیزنه. ما مشت به هوا نمیزنیم. ما از خودمون خرج نمیکنیم. ما هیچی نداریم. ما آنچه را که میگیم از عیسی مسیح هست. خدای زنده هستش. پس او شفا دهنده است. شما را هم شفا داده. با ایمان دریافت کن. فیض خدا باشه. عزیز. فیض خداوند باشه. فیض خداوند باشه. بله همون گونه که هموطن خوبم. هموطن عزیزم. بارها از من شنیدید نسبت به بشارت. بشارت با خودش ثمرات میاره. یعنی ثمره نجات رو میاره. ثمره آزادی رو میاره. ثمره آرامش و امنیت رو میاره. حتی برای شما که مبشر هستید. شما که بشارت میدید این رو بدونید. که این رو میده. خیلی ها اصلا میگن نه ما فقط عطای نبوت داریم. ما فقط عطای شفا داریم. نه ما عطای بشارت نداریم. درسته. مطابق نامه افسوسیان 4:11 میگه او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضیا رو برای رسالت، بعضیا رو برای نبوت، بعضیا رو برای بشارت و بعضیا رو برای شبانی و تعلیم. اما این برای نیستش که حتما من باید یک عطا رو داشته باشم. هم وطنه خوبم. این رو بدونید. مطابق انجیل متی 28:19 همه ما در هر سنی باید خبر خوش نجات رو به دیگران برسونیم. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. الو برادر عزیزم عیسی در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما عیسی جان. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. حال شما خوبه؟ سلامتی برادر جان. خدا حفظت. سپاسم مهر شما برادرم. من خیلی از برنامه خوبتون تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که این برنامه رو میبینم. نظر لطف شما. سپاس از اینکه بیننده ما هستید. خواهش میکنم. من بیننده پروپاگورس شما هم 4 ساله که این برنامه محبت رو میبینم و واقعا خیلی برنامه جالب و خیلی برنامه آموزنده ای. فقط کلام خداست. ما نیستیم. کلام خداست. بیشک این واقعا کاملا فقط کلام خدای همینو باشه. آمین. از شما میخوام که برای من دعا کنید تا در زندگیم بتونم موفق بشم. آمین. عیسی جان اسمت که اسم خودت که عیساست دیگه، اصلا چی بگم. اما قلبتم به مسیح دادید شما. قلبتم به مسیح دادی عیسی جان. واو هللویا. خدا رو شکر برای وجودت. ما همگی مال مسیحه. همه بندگان آمین. الله. آمین. آمین. یعنی برای شما دعای نجات خوندن پس. نه دعای نجات برام نخوندن. نه. آیا مایل هستی عیسی جان که اصلا این اسم عیسی اسم نجات دهنده بر شما قرار گرفته و من میدونم خدا با شما هم کار بزرگی داره برادر خوبم که این روحیه خوب داری. چرا کلام پدر بزرگ. آمین آمین. عیسی جان کلام خداوند میگه خدا حتی تو قرآن هم نتونسته اینو منع کنه. در سوره مریم میگه خدا روح خودش رو در از تشبیه به پسر میگه انجیل. پسر یعنی شبیه. ما میدیم خدا روح دیگه. میگه فرستاد در بدن مریم. حضرت مریم که در قرآن صحبت از جبرئیل میکنه، حتی در عهد جدید نیست صحبت از جبرئیل میکنه، میگه این روح خدا بود که در رحم مریم در از شکل جسمانی گرفت و قالب روح جسم شد و به دنیا آمد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. آیا قلب شما اینو گواهی میده؟ قبول داره؟ بیشک اون به خاطر گناهان بشریت یک بار جون خودشو داد و دوباره زنده شد. آمین. پس حاضر هستید الان میخوام برای شما دعا کنم و براتون دعای نجاتم بخونم؟ خیلی ممنون میشم اگه این کار رو بکنم. عزیزی خدا شکر برای این قلب فروتنت. لحظه چشماتو ببند با دعای من متحد شد. و دیگر عزیزانی که میل به این دارید که قلبتون رو به مسیح بدید و از همه اسارتهای شیطان آزاد بشید با دعای من متحد بشید. هاللویا هاللویا. خدای قدوس پدر آسمانی خداوند تو رو شکر میکنم برای محبتت. تو رو شکر میکنم. کلام تو میگه
خداوند، زمانی که ما در رحم مادر بودیم تو ما رو انتخاب کردی و من ایمان دارم تو عیسی عزیزم رو انتخاب کردی. از این رو هستش که وقتی که کلام تو رو میشنوه به قلبش میشینه. ای خدا برای او غریبه نبوده این کلام، ای خدا برای او عجیب نبوده، ای خدا بنده، بلکه محبت تو رو دیده ای خدای قدوس. همان گونه که کلام تو اعلام میکنه تو یگانه پسر خود را رو بر روی زمین فرستادی، بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آیا برادرم عیسی آنچرا که گفتم ایمان دارید؟ بله بله بله، هاللویا. و آیا حاضر هستید؟ آیا حاضر هستید نسبت به گناهان گذشته، چه دانسته و چه ندانسته، توبه کنی و از این به بعد اجازه بدی که عیسی مسیح پادشاه و خداوند زندگی شما باشد؟ بله با کمال میل. هاللویا. خداوند پدر عزیزم، اینک از تو میخوام مطابق اعترافی که برادر عزیزم در حضور تو و فرشتگان تو و ما داشت، در نام عیسی مسیح با خون مسیح زندگی برادرم رو کفاره کن از هر گناه دانسته و ندانسته، ای خدا. و اینک ای خدا وجود برادرم رو بشور، فکرش رو، احساسش رو، جسمش رو، ای خداوندا، و تو طاهر ساز و وجود او رو از محبت و پری روح القدس برکت بده. تاج قوت و سلامتی، امنیت و آرامش، ای خداوندا، برکت روحانی و برکت مالی پیوسته با برادر من باشه و نام او در دفتر حیات تو ثبت بشه و به آنچه که ای خدا مصلحت دلش است تو با فیضت اجابت کن. در نام پدر، در نام پسر، در نام روح القدس، در نام عیسی مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریافت کن. آمین. آمین که شما یک فرزند خدا بودی، فقط اعلام کردی الان. شما فقط اعلام کردی. قلبت مال مسیح تمام اینه که گفتی. برادر عزیز، من حتی خوابشو دیدم که بعد ایمان آورد. اول ایمان داشتم، خوابشو دیدم. تو خواب آمد و گفت را اینه. جانم، جانم. خدا رو شکر. عیسی جان، تشویقت میکنم. تشویقت میکنم. مانند یک بچه ایمان آورد. برابو، برابو. تشویقت میکنم عیسی عزیزم، با حکمت، با هدایت خدا، لطفاً اطرافیانتو بشارت بده، چون در وجود شما خداوند برکتی داده که نام او رو جلال بدی برادرم. ممنون، ممنون. همچنین خداوند به شما هم برکت و به تمام همکاران عزیز. و ممنون از من در خدمتون. هر موقع دوست داشتید میتونید تماس بگید، من در خدمتون هستم. خیلی ممنون، انشالله مجاهم میشه. آمین، مراهم هستید. فیض خدا با شما. فیض خداوند با شما. پس هر وطن عزیزم، وقتی که صحبت از بشارت میکنیم، صحبت از رسوندن خبر خوش میکنیم، صحبت از پیام مسیح میکنیم، صحبت از امیدی میکنیم که در قلب مردم قرار بگیره. امروز ملت ما نیازهای مختلفی دارن. نیازهای مالی، نیاز برای سلامتی، نیاز برای ازدواج دارن، نیاز برای امنیت دارن، برای آرامش دارن. میدونیم که سرزمین ما متاسفانه در کنار این همه منابع و معادنی که داره، به خاطر جفایی که 1400 سال شده، حقیقتا تحت فشار هستش. اما خبر خوش نجات تو، هموطنم، اون گنجی که خدا به تو داده میتونه زندگی او رو برکت بده و مطمئن هستیم که خداوند با فیض و رحمتش این گونه عمل خواهد کرد. همون گونه که ما در انجیل لوقا عرض کردم، باب 4 آیه 17 و تا 19 میخونیم، این گونه اعلام میکنه که میگه عیسی مسیح تومار اشعیا نبی رو به او دادن، تومار را باز کرد و آن قسمتی که یافت فرمود روح خداوند بر من هست. همون جایی که در اشعیا 53 اعلام میکنه، در رابطه با مسیح نیز اعلام میکنه و میگه مرا مس کرده تا به بینوایان مژده دهم. پس اگر کسی بینواست در اطرافت، انجیل عیسی مسیح به درد اون میخوره تا اون از اون بینوایی رهایی بده. و ادامه میده، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران کنه. و اگر حقیقتا کسایی هستن اطراف ما تحت اسارت هایی هستن، هر اسارتی هستن، مواد مخدر هستش، فقر هستش، بیخردی هستش، خبر خوش نجات کمک او خواهد کرد تا آزاد بشه. اگر کسایی هستن که نه تنها موضوع بینایی
جسمانی و نابینایی جسمانی باشه. کسایی هستن که واقعا نمیدونن، سرکلافه هستن، نمیدونن، پریشان حال هستن، نمیدونن چه کار کنن. خبر خوش نجات کمک خواهد کرد تا اونها بتوانن به اون جایگاه برسن. و نیز در ادامه اعلام میکنه و رهایی ستم دیدگان رو اعلام میکنن. و اگر کسی هستش که میدونیم بسیار هستن در ایران که نظام اسلامی به اونها ظلم کرده، با رسوندن خبر خوش اون افراد آزاد میشن به توسط عطایایی که خدا به تو داده و ازش خبر نداری. وقتی بشارت میدی، عطایای شما در زندگیتون فعال خواهد شد. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو داشته باشیم. آیا صدای منو دارید؟ الو برادر از اون دارید؟ الو در خدمت هستم. بفرما داوود جان، بفرما. با عرض سلام به کشیش رسول عزیز، برادر گرامین، سپاس میگذارم. درخواست دعا داشتم برای خودم و پسرم و ملت ایران. ما پسرم 3 سال پیش در خدمت سربازی با یه آقا خلاصه نمیدونم چی شد، گولش دادم چی شد، دعوا کرده دیگه بریدم براش. حالا میخوایم کسی کنیم، بازی قبول نمی کنه، میگه شاهد بیارید، چی بیارید. ما هم بالاخره بچه دهاتیم، ترک زبانیم، آذری زبانیم. خواستم دعا کنیم حقش سرم حقشو چیز نکنن، ناحق نشه، ایسا مسیح خداوند به ما کنه. آمین. اسم پسرتون چیه؟ داوود جان اسم پسرت چیه؟ اسم پسرت علیرضا. حتما 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 در دعا هستیم. تشویقت میکنم برای سه شنبه و همچنین دیگر هموطنان عزیز رو تشویق کنم. سه شنبه ها به وقت ایران ساعت 6 بعد از ظهر عزیزان میتونید با ما تماس بگیرید، با شبکه محبت تماس بگیرید و اینجا میشه 6 صبح من در خدمتتون هستم، همچنین گروه دعا در خدمت شما هستن. حتما علیرضا الان داوود جان بیا برای علیرضا عزیزم دعا میکنیم. ایمان داریم که وکیل خود خداوند عیسی مسیح است. جانم ما با خانواده متحدیم دعا را شروع کنیم. آخ جانم جانم، پس بیاید با هم دیگه دعا میکنیم، این آرامش رو داشته باشید. از شما عزیزانم خواهشم این هست، اجازه ندید نسبت به کسایی که شما رو اذیت کردن، اونا مقصر میتونن باشن، اما شما کینه ای نداشته باشید، اونها رو ببخشید و بدید تو دستای خداوند و رله نکنید در ذهنتون و در بین صحبتاتون که بتونید این آرامش رو داشته باشید برای تصمیم درست. پس لحظه با دعای من متحد بشید. شکری پدر عزیزم، شکری خداوندا که پدر جان هرچند بر روی زمین آمدی، بهر گناهان بشریت مردی و قیام کردی و صعود کردی به آسمان، اما به توسط روح القدس اینک با ما هستی و این روح القدس هست که وکیل ما هست در تمام موقعیت‌های سخت زندگی. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح دستان برادر عزیزم داوود و علیرضا عزیز و این خانواده توی دستای تو باشن، الان که متحدن دارن با دعای من خداوندا مصلحت دلشون رو به حضورتون میارن. تو باشی که خستگی و نگرانی و ترس عزیزان رو به طور خاص، اگر ترسی داره برادر عزیزم علیرضا جان، بشوره خدا و قوت او باش و وکیل او باش تا خدا در زمان دادگاه تو قلب قاضی رو، تصمیم گیرندگان رو خداوند لمس کنی به محبت خودت، حتی آنانی که خداوندا شکایت کردن رو به محبت خودت لمس کنی و ای خدا این دادگاه به نفع برادرم انجام بشه، این برکت زندگی او بشه، حتی برکتی بشه برای کسایی که شکایت کردن ای خداوندا، آنان نیز بیدار بشن، آنان نیز آگاه بشن ای مسیح جان. اگر دسیسه‌ای بوده این دسیسه رو تو باطل کن با خون عیسی مسیح و برادرم رو و اهل خانواده او رو مبارک بخوان به آنچه که نیکوست در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن برادر عزیزم داوود جان. ولی براتون در این هفته در دعا هست. آمین. آیا صدای منو داری؟ دستت در نکنه برادر عزیزم، دعای تو برای ما خیلی دعا کردی تاثیر داشته، دستت در نکنه. خواهش میکنم به فیض خداوند حل خواهد شد. ایمان داری. شما رو به دستان مسیح میسپاری، شما رو دستان مسیح میسپاری، فیض خداوند باشه. در انجیل لوقا بازم هم متا داریم، هم انجیل لوقا داریم باب 10 و همچنین 9 هستش که اشاره میکنه، میگه باب 9 میگه عیسی 12 حواری یعنی شاگردان را نزد خود خواند و به آنها قدرت و اختیار داد
تا بر تمام دیوها چیره شوند و بیماران را درمان نماید. آنها را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. در از داره اشاره میکنه که عیسی مسیح شاگردان خودش را فرستاد برای بشارت و در این مسیر بشارت به اونها قدرت و قوت داد، یعنی اتوریتی، اقتدار، جرأت داد بهشون که نترسن. این جرأت را داشته باشن برن برای بشارت دادن، و نیز قوت داد که اشاره به عطایای روح القدس هست که وقتی شما میرید یک شخصی رو بشارت میدی، همون شخص دفعه به شما میگه چقدر عیسی مسیح خوبه، چقدر این حرفایی که میزنی به قلبم میشینه، من اتفاقا امروز یه مریضی هم دارم، مدت ها سرزیم، میشه برای من دعا کنید؟ و شما دعا میکنید اون شفا میگیره، و یا غمی داره شما دعا میکنید نبوت میشه، اون تسلی میگیره، و یا مشکلی داره شما دعا میکنید اون نیز با اون عطای ایمان شما معجزه رو میبینه در زندگیش، و این وسیله‌ای میشه که عطای شما شناخته بشه، خواندگی تو شناخته بشه، و از طرفی روح القدس آزادانه بتونه در زندگی شما عمل کنه و نیز افرادی به مسیح ایمان بیاورن. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشه. آیا صدای ما رو دارید؟ بله بفرمایید. خواهرمون حکیمه در خدمتون هستیم، بفرما خواهر حکیمه. سلام، خسته نباشید. سلام و درود خدمت برادر پیشرفته بود عزیزت. خواهر ما وقتی سری نورانی ده. شما رو می‌بینیم هر چی افسردگی میره، زنده باشید. آخ جانم، نظر لطف شماست و اگر واقعا نیکویی هست بدم از جان. خواهش میکنم، من اصلا که نداشتم زنگ بزنم دیگه، میشستم برنامه تو نگاه میکردم، یه گوشی رو برداشتم جا. گفتم من حالا تماس بگیرم، خودم هم نمیدونم چی بگم، ولی من دست دعا داشتم، خواستم برام کنیم برای خودم و همسرم، با یه گواهی هم داشتم. آره خوشحال میشم. بفرمایید اسم همسرتون چیه؟ من همسرم تو کمپه برای ترک اعتیادش، الان سه چهار بار رفته اومده دوباره فایده نتیجه نداده، الان اونجا میخواستم که دعا کنیم برامو وقتی بیاد بالاخره یه جوری به زندگی برگرده، گرسنه خودم هم دیگه حتما. اگه میخوام دعا کنم فقط برای خودش برگرده، من که به خدا اصلا دیگه گرسنه‌ام، دیگه میگم اگه اومد دیگه نمیخوام مثلا زندگی کنم، ولی میخوام جوری خدا حکمتش نشونم بده که یه تصمیم درستی بگیرم، هر چی که اراده خدا باشه همونو انجام، اگه قرار تصمیمی بگیرم، اگه قرار خداوند چیزی رو بهم نشون بده، درام دعا کنم خداوند اونو جلو من بذاره و من با اراده خدا برم جلو، اونو اشتباه کنم یا احمقانه تصمیمی بگیرم. این بعدش هم خودم هم مشکل دارم، 13 سال زخم روده دارم، چند بارم خواهرام میترا مونا دعا کردن آذر برام، این بیماری خوب شده دوباره برگشته، میخواستم دعا کنم امشب شفامو عیسی مسیح ازش بگیرید برام. آمین. حتما. اسم همسرتون رو بگم آقای حیدری. اسم همسرتون رو لطفا بگید. جوابم این بود که اول اوایل کرونا، اوایل کرونا بود که کرونا اومده بود، ما هنوز کشف نکرده بودن، کسی نمیدونست که این کرونا است. بعد پسر من مستشاره سر شدید به چیم آتو دو شبیش کم خونه نبود و اینا، خیلی حالش بد شد و تهوه و اینا، من توکیدم هیچ رایی نداشتم، فقط دعا کردم یادم اومد عیسی مسیح، گفتم عیسی مسیح که پزشک ارزنی، دست گذاشتم پسرم، گفتم با زخم عیسی رو سلیب شفا بیار، خودت گفتی همه رو شفا میدی، خلاصی خیلی دعا کردم دیگه، خیلی خوابم میومد، من خواب رفتم که پاشیدم از خواب پریدم، یادم اومد که پسر من دیشب مریض بوده، زود دست گذاشتم افتادش تو خونکه، بعد یکی دو ساعت پسرم صبح بیدار شد، گفتم مادر پشو من تو رو برم دکتر، گفت من خوبم شده، گفتم پشو، بعد گفت من یه رویایی دیدم، پسرم 11-12 سالشه، گفتم چه رویایی دیدی؟ گفت من دیشب یه آدم نورانی قد بلند رو دیدم مامان، یه جایی تاریکی خوابیده بودم، یکی اومد اتاق روشن شد، گفتم چی بود مامان؟ نگفت، نگفت، ولی فهمیدم عیسی مسیح بود، گفت این انگشت اشاره به طرف من، از انگشتش نور میره مامان، بعد گفت فرزندم تو شفا یافتی، من دیگه سه پسر و دکترم نبردم، پسرم خوب شد با یه لیوان آب گرم خوب شد، این گواهی بود. بعد یعنی به درده زندگی من همه جا عیسی مسیح با من راه میره، همه جا با من راه میره، لحظه به درده کنم که اینقدر معجزات زیاده، اینقدر معجزات یعنی مدامی که اصلا الان وقت من ندارم بگم، ولی این دو تا زمینه مشکلی هم که داشتم میگم اینا حکمت خداوند است، من
یعنی اون قد بهش آمین. ایمان دارم که رفت وقتا من اصلا یک متریم خدا رو احساس میکنم. چند بار دعا که میکنم دستای نورانی من عیسی مسیح رو اصلا تو دستم لمس کردم، با وجودی که میگم خدای من بدم، من چقدر گناهکارم، من خیلی گناهکارم، ولی خدایی که قد ما رو دوست داری، ما که داریم همش هرچی از سید تو، نه از خوبی ما. خیلی الان اصلا دو ساعت جلو برنامه شما من یه مشکلی داشتم، واقعا توی گناهی بودم. من اصلا دو ساعت قبلی که برنامه شروع بشه من اصلا به طور عجیبی من توبه کردم. خدای شکر، هللویا، خدای شکر. ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش همسر شما رو هم آزاد میکنه از اون اسارت اعتیاد. فقط اسم همسرتون هم به من بگید، ممنون میشم. آزاد. آزاد. آیا همسر شما به مسیح ایمان آورده؟ بله، من روزی که ایمان آوردم پارسال کریسمس هم موقع از اومدم از بیرون دیدم که شش الهام باهاش دعا رو تکرار کردم، به طور عجیبی ایمان آوردم. بعد اون نجات توبه من توی یه روزه حفظم شد برای هزار نفر تا حالا خوندنش. برای شوهرم هم خوندم، زنگ زدم که شش الهامم برامون عقد اسلامی رو باطل کرد، عقدمون رو برکت داد، من کارو کردم. ولی نمیدونم شوهرم یه گوشه کاراشون اینجوریه. حالا نه، به فیض خدا شما اینو بدون. خواهر گلم، شما محبت مسیح رو دیدی، با همین محبت همسرت رو محبت کن. ما من عاشق شدم، یعنی عشق من فقط مسیحه. خدا رو شکر. اینو بدون خواهر خوبم، محبت همون گونه کلام خداوند میگه حتی از مرد زورش بیشتره. و ما میدونیم اسارت میاد که ما رو هلاک کنه، اسارت اعتیاد هم همین هستش. محبت شما، دعاهای شما، پیگیری شما او رو آزاد خواهد کرد و ما ایمان داریم، ایستادیم. پس ناامید نباش خواهرم. آیا پسر 12 سالت هم قلبش مسیح داد؟ براش دعا کردی؟ بله حتما. اون روز اولی که دیگه شفا گرفت یه سری معجزه ها دید، عیسی مسیح براش موبایلش رو درست کرد، خیلی کارا دید که من دیگه ایمان آورد. اصلا خودش دیگه باور داره. خداش شما در این اتحادی که هستید خودش یک برکته. در همین اتحاد وفادارانه به مسیح بیایید، برای همسرتون دعا کنید و من ایمان دارم خداوند عمل میکنه. لحظه بیاییم با هم دیگه با دعای من متحد بشید. میخوایم برای آزاد عزیزم دعا کنیم تا حقیقتا از این اسارت آزاد بشه. و دیگر عزیزانی که مبتلا به اعتیاد هستن و میل دارید که شفا بگیرید، آزاد بشید، کافیه فقط با دعای من متحد بشید تا خدا این قوت و این امید رو در قلبت قوی کنه برای ترک اعتیاد. هللویا، هللویا. خدای قدوس، پدر عزیزم، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم برای محبتت، فیضت، برای وجود خواهر عزیزم، برای این خانواده، خدا همسرش آیا آزاد عزیزم، برای پسرش، برای گواهی که داده خدای قدوس که چگونه تو شفا دهنده بودی و تو شفا دادی خدا پسر او رو. و ایمان داریم ای خدا تو دیگر مستعدهای دل خواهرم رو اجابت میکنی. اینک در نام مسیح برادرم آزاد رو به حضورت میارم، چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا او رو دوباره ملاقات کن. قوت او باشه خدا قدوس که در اون کمپ هست بتونه خداوندا بیسته و نه تنها شفا بگیره، بلکه از طرف تو دستی برای دیگر معتادین باشه تا آنها نیز شفا بگیرن و نجات یابن. پدر جان، اینک خواهرم رو و اهل خانواده او رو و دیگر هموطنانی که با دعای من متحد شدن رو به دستان پرجلال تو میسپارم در نام مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهرم. شما رو به دستان پرجلال مسیح میسپارم اگر عواملی نیستش. آمین. آمین. فیض خداوند با شما باشه. فیض خداوندمون با شما باشه. در اعمال تلفن داریم. وقت شما بخیر. بفهم خواهش کنم. آیا صدای منو دارید؟ بله صداتون دارم. سلام عرض میکنم. خسته نباشید. خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت بکنم. برادر رسول، من محمد هستم، از ایران صحبت میکنم. میخواستم راجع به کرونا صحبت بکنم و موضوعاتی هست که حتما خود شما بهتر از من میدانید. عرضم به حضور شما، کرونا برای چی اومده و چی کار باید بکنه و ما باید چه انجام بدیم تا این کرونا رفع بشه؟ بله، کل ملت کره زمین از خدا دور شدن، گناهایی را آلوده شدن که خداوند هیچ وقت ما را نمیخواد ببخشه. ویروس کرونا
یک ویروس یک قادر مطلق یعنی خداوند اینو فرستاد فرعون و فرعونیانو به زانو بنشونه که ما آگاه بشیم قادر مطلق چی هست و دنیا دست چیه و برای چی آفرینه شده. ما آفریده شدیم خدا را بشناسیم، خدا ما را با عزت آفرید، با شوق آفرید، ولی ما ایشونو گذاشتیم کنار، تسبیدیم به شیطان. شیطان یعنی مال دنیا، همه تسبیدن به مال دنیا، خدا را فراموش کردن. خداوندم چقدر صبر داره، همه را با هم نمیکشه، با یه ویروس کوچیک اونو میفرسته، میگه این تلنگوره، بشناسید منو، من چی هستم. من میدانم آقای رسول خان شما همه این رو میدید، واقف هستید، فقط میخوام صدای منو اونهایی که خداوند رو نمیشناسن بشناسن. فرعونی افتادم به زانو، فقط باید سجده کنم به خدا، به خدا سجده کنم، به گناهاشون اعتراف بکنن. خداوند 10 فرمان به حضرت موسی داد، این 10 فرمان رو شما میدونید، برای زیه وقت، برای کمیه وقت من نمیخوام اینا. خواهش ده آقا، متاسفانه صدای شما رو ندیم، شما صدای من رو دارید، متاسفانه. خب بله هموطن عزیزم، خب مطالبی رو که فرمودید، خیلی از دیدگاه های افراد مذهبی همین گونه هستش که میگن خدا این کار رو میکنه. ما میدونیم خدا این کار رو نکرده، خدا خدای نیکوییه. فقط هموطن خوبم، میدونم که واقعا مردم جهان اونطوری که خداوند میخواد در مسیر اراده اون نیستن، در مسیر حکمت اون نیستن، در مسیر هدف خلقت نیستن. اما کلام خداوند این رو نمیگه. کلام خداوند میگه خدا در انجیل یوحنا 3:16 خدا آنقدر جهان را دوست داشت که حتی یگانه، یه دونه پسر داشت، یه دونه پسرش هم داد قربانی شد تا کسی هلاک نشه. پس خدا نمیخواد کسی هلاک بشه، هرچند خدا میدونه مردم منحرف شدن. یکی از انحرافاتی که در جهان هست همین باور اسلامی هست، هم وطن خوبم، باور اسلامی که به نام خدا هست و به نام به جای اینکه یهوه خدای حقیقی رو مردم بپرستن، دوست داشته باشن، الله بت بابای محمد رو متاسفانه دوست دارن. به جای اینکه رجوع کنن به انجیل عیسی مسیح که کلام زنده است، رجوع کردن مسلمانان نمیدونن، تحمیلشون شده. من نمیخوام داوری بد بر اونها بکنم، هرگز، نمیدونن به قرآن، به کتابی که درش پر از فساد و ظلم و ستم هستش. از این رو هستش که بله دنیا تحت اراده خدا نمیره جلو، اما خدا کرونا رو درست نکرده. خیر، چینی های کمونیست کرونا رو درست کردن و بعدش ایران هم، نظام اسلامی هم ترویج کرد اینو. دو ملت در جهان که دلیل کرونا توی دنیا شدن برای پخش، یکی چینی ها بودن، عذر میخوام، یکی ایرانی ها بودن، چون دولت نظام اسلامی ترویج کرد این کرونا رو. پس لطفا این رو به حساب خدا نذاریم، به حساب الله بذارید. الله واقعا دلیل تمام بدی هست. برها سپاسگزارم از تو برادر عزیزم، متاسفانه قطع شدید، با تون صحبت میکردم بیشتر در این رابطه. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشیم. آیا صدای منو دارید؟ الو سلام، خسته نباشید، درود بر شما، برادرم، خواهی میداری، خوب هستید، متشکرم، خواهش سپاسگزارم. برادرم متشکرم، من خواستم یه دعا واسم بکنید. حتما، برای چه موضوعی؟ یه سوالم داشتم خدمتتون. خواهش کنم، بفهم ما 3 دقیقه وقت داریم. من بفهم. بله متشکرم. من باید حدودا 20 روز دیگه یه پولی بدم به صاحب خونم، برام دعا بکنید. بله. یه پولی قرار بیاد به حسابم، برام بیادش. بله. اون پولی بیاد به حسابم، من بدم به صاحب خونم. بعد و یه سوال دیگه من اینه که من واقعا اوضاع مالیم خیلی خرابه، ولی دلم میخواد 10-1 بدم، نمیدونم چیکار کنم. جانم جان، خب نگاه کنید، اگر شما درآمدی داشته باشید، کلام خدا روی درآمد میگه و کلام خدا میگه مرا در این قسمت امتحان کنید. بنابراین کلام خدا من میگه، مثال دارم میزنم، شما الان، من میدونم اصلا وضعیت مالی ایرانی ها اکثرا خوب نیستش، پس بنابراین شما میگید خب من الان هزینه زندگیم 10 میلیونه، من 5 میلیون دارم میگیرم. خب در کناری که کلام خدا میگه تو این قسمت مرا امتحان کن،
چون خدا نمیخواد تکیهگاه ما پول باشه، خدا میخواد تکیهگاه ما خدا باشه. اما خوشی دلم میگه، یعنی قلبت باید به این جایگاه رسیده باشه که کاملا درک کنی اگر شما که 10 میلیون هزینه زندگیت هستش اما 5 میلیون درآمد داری، الان 500 هزار تومنشو میخوای بدی، خب کم میاری، خیلی کم میاری. آیا انقدر به خدا ایمان داری که کمکت میکنه؟ توکل به اون میتونی بکنیم؟ چون من تجربه کردم، ایماندارایی هستن تجربه کردن که تو سختی هایی هم که ما 10-1 و هدایا دادیم، خدا چندین برابر به ما برگردونده. هرچند ما با خدا بیزینس نمیخوایم بکنیم، ما به خاطر این نمیخوایم این کارو کنیم، اما خواهرم این رو میخوام بسپارم به خودت. دعا کن آرامشی که داری در اون آرامش اون کار رو انجام بده. بله، ولی بیایید به هم دعا کنیم، چون ما 2 دقیقه بیشتر وقت، 1 دقیقه وقت داریم. دست برای چه موضوعی گفته شما دعا کنم؟ یه بار دیگه بگید. برای پولی که بیاد، برای من بدهکار هستم. بله بدهکار هستم. یه پولی قرار هست بیاد به حسابم، سهام فروختم و نمیاد به حسابم. گفتم که این پول بیاد به حسابم و من بدم به صاحبونم. بیاد یه دعای کوتاهی داشتم. پدر عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم برای محبتت، برای قلب خوب خواهرم. اینک از تو میخوام در ابتدا بشوری هر نوع نگرانی رو، هر نوع ترسی رو ای خدا از وجود خواهرم. آرامش تو، قوت تو بر او باشه و برکت مالی خواهرم رو تو بسیار کن، افزون کن عیسی مسیح، که بتونه برای خداوند صاحبخونه اون بدهی که داره به صاحبخونه بده و در کنار این خداوند اونقدر داشته باشه به دیگران، به نیازمندان بده و همچنین مطابق کلام تو 10-1 به هدایا رو بده. ایمان دارم تو با فیضت عمل میکنی. اینک خواهرم رو به دستان پر جلالت میسپارم در نام مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریافت کنی. شما رو دستان مسیح میسپاریم. متاسفانه گویا قطع شدیم. عزیزان سپاسگزار هستم از مدیریت شبکه محبت و همچنین کارکنانی که لطف دارن و این موقعیت رو ایجاد میکنم ما بتونیم مهمان مناظر خوبان، شما خوبان باشیم. اما تشویقتون میکنم، ایمانداران به مسیح، خواهش میکنم، هرچند بشارت یک ضرورت هستش، من نباید از شما خواهش کنم، التماس کنم، این ضرورت زندگی ماست، اما ریسک کنید در نام عیسی مسیح و همه ایرانی ها رو بشارت بدید و اون زمان هست که ایران ما آزاد میشه. و خواهش میکنم کمپین اسلام نه رو تأسیس کنید. نمیخوام به رهبریت من، نه به خاطر اینکه من دارم میگم، این رو بدونیم برای آزادی ایران لازم داریم هموطنان عزیز، به گوش آخوندها، به گوش این نظام برسونیم که ما اسلام رو نمیخوایم، ما ریشه رو نمیخوایم. اپوزیسیون در اشتباس متاسفانه هنوز اصلاح طلبی میکنه. اینک از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیض در نام عیسی مسیح این تو باشی که قدرت اسلام رو از روی نقشه ایران برمیداری و ایران عزیز ما رو آزاد میکنی، همچنین ارمنستان رو خداوند از این مشکلات رهایی بده در نام مسیح، آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشام همش به راه.